بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معراج هستم، باشنده شهر کابل. جمیله کاظمی هستم، باشنده کابل. زهرا محمدی هستم، باشنده کابل، ناحیه مهتاب قلعه. مهدی موسوی هستم، یکی از طلاب حوزات کابل. نام اهل بیت علیه السلام کلهم نور است، یعنی در روایات آمده میگه نورون واحد، و بعضی برجستگی ها داره شخصیت های ائمه علیهم السلام. نظر به زمانه او، زمانی که ائمه علیه السلام مخصوصا امامان معصوم علیه السلام در او دوره زمان بستر سازی و فعالیت های بیشتری داشته، و نظر به زمان او زمان، مقتضای او زمان فعالیت هایی داشته، ویژگی های نامشان هم برجسته شده. مثلا دوره امام صادق علیه السلام، نام امام صادق از راستگو و یا صداقت امام صادق و یا شخصیت امام صادق، و حتی میتونیم بگیم که رئیس مذهب ما، وقتی ما نام امام صادق علیه السلام میشنویم، به دوران کودکی میفتیم. مثلا ما در مدرسه میرفتیم، میگفت مذهب از کی داره؟ مذهب از امام جعفر صادق علیه السلام. این از والا بودن نام امام صادق علیه السلام است. علم مهربانی حضرت و یکی بنیانگذار مذهب تشیع بود. وقتی که نام امام صادق علیه السلام رو میشنویم، یکی بزرگواری ایشان و یکی معلم مکتب اهل تشیع بودن و زهد و پارسایی ایشان در ذهن ما میرسه. مذهب اهل تشیع. به دلیل ای که در دوران امام جعفر صادق علیه السلام بستر تبلیغات، بستری که معارف اهل بیت علیه السلام، معارف توحیدی گسترش پیدا کنه، و قبل از امام صادق پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلامی بستر سازی شد، و در دوران امام صادق این بستر دامنش گسترده شد، و امام صادق با زمانی که در اختیارش بود، تهدیدات مثلا در تهدیدات نبود در او زمان، به می دلیل توانست مذهب شیعه را به معرفی بکشانه، و به می خاطر هست که در دوران امام صادق مذهب شیعه و تشیع به اوج خود رسید، و امام صادق شاگردان بسیار زیادی را، هزاران شاگرد را تربیت کردند و معارف اهل بیت را بیان کردند. خب به خاطر که بنیانگذار مذهب تشیع بود، زمانی که اختلافات بین ملت‌های عباسی و اموی بود، در او زمان حضرت از این فرصت استفاده میکنه که فرصت خوبی است برای که مذهب تشیع رو انتشار بده، و کارکردهای خیلی زیادی در این زمان صورت میگیره. چون در زمان امام صادق علیه السلام تعالیم اهل تشیع انتشار پیدا کرد و مؤسس مذهب شیعه ها. چون که امام صادق علیه السلام یکی از امامانی بودند که در عرصه مذهب کارهای زیادی کردند، ما هر آنچه داریم از تلاش امام صادق علیه السلام داریم. خب بعضی سوال خیلی سخت حقیقتا، مثلا شناخت امام از توان من حقیر دور هست، و امثال از ما که بتوانیم به حقیقت امام پی ببریم خیلی محال هست. آنچه که در روایات آمده، ما نه در حد غلو برسیم، نه در حد افراد، نه در حد افراد، نه در حد تفرید. امام را امام معرفی کرده، ما باید امام را با واسطه امام باید بشناسیم. معارفی که از اهل بیت آمده، معارفی که از امامان معصوم آمده، که چگونه امام خود را بشناسیم، امام شناسی را باید درک کنیم، اینا بستگی داره به شخص کسی که اعتقاد داره به امام، به امامت. اینا باید در قدم اول امام شناسی رو باید تایید کنه، امام شناسی رو باید بشناسه، امام رو باید به معرفت و کمال امام شناسی برسه. وقتی که به اون معرفت رسید، راه های تبلیغ الحمدلله در عصر حاضر رسانه و سوشل میدیا و امثال از اینا زیاد است. به واسطه تبلیغات گسترده، کلیپ های آنچنانی میتونیم که معرفی کنیم احادیثی که از امام آمده، روایاتی که از امام آمده، شخصیت امام را، اخلاق سیره ائمه علیهم السلام را میتونیم به جهانیان معرفی کنیم به زبانهای متنوع، و این از یک از راههایی هست که میتونیم به جهانیان معرفی کنیم ائمه علیه السلام را. یک شیء واقعی زمانی که انجام واجبات و ترک محرمات میکنه،
و فرموده های پیامبران و همچنان امامان خودش عمل میکنه، خب میتونیم بگیم که همینطوری خب یک شناخت هست. ما اول باید شناخت نسبی از حضرت داشته باشیم. حضرت کی هست؟ نامش چی هست؟ نام پدرش چی هست؟ در کجا مدفون شده؟ و همچنان که کارکردهایش در اسلام چی بوده؟ و نفعی که به اسلام رسانده. ما از طریق میتونیم که هم خود ما بشناسیم و همی که به دیگران معرفی بکنیم اونا را. راجع به حضرت بیشتر تحقیق بکنیم و همچنانی که چیزهایی را که میفهمیم را بر همگی بفهمانیم و ایشان را معرفی بکنیم. رابطه امام صادق علیه السلام با ائمه مذاهب اهل سنت رابطه شاگرد استادی است. یعنی امام استاد همه مذاهب اهل سنت بودند. در رأسشون حضرت امام ابو حنیفه است که متواتر روایت شده که امام ابو حنیفه گفته من 2 سال شاگردی امام صادق را داشتم، افتخاری شاگردی را داشتم. همچنان مذاهب دیگه هم چنین افتخار را داشتن. این رابطه رابطه استاد شاگردی است. خب امام صادق علیه السلام میتونیم بگیم که استاد مذهب اهل سنت میتونه باشه، بخاطر که امام های اون مذهب شاگردان حضرت امام صادق علیه السلام بودن. یکی از روابطش همی بود که حضرت استاد بنیانگذار مذهب اهل سنت بودن که ابو حنیفه بود. امام صادق علیه السلام استاد ائمه چهارگانه اهل سنت بودند، چون در زمان که امام صادق علیه السلام تدریس میکردند این اشخاص از جمله شاگردای امام صادق بودند و تحت نظر امام صادق علیه السلام درس خواندند و تدریس تعلیم یافتند. امام صادق کمالات و صفات متعالیه دارند. حالا او چیزی که در ذهن من حقیر آمده امام شناسی امام هست، معرفی امام زمان علیه السلام هست. امام صادق میگه اگر من او یعنی امام زمان علیه السلام را درک کنم، تمام عمر در خدمت امام زمان هستم. یعنی به ما این پیام میرسانه که ای کسانی که معتقد هستین در دوره امامت امام زمان علیه السلام، آگاه باشین، بدانین، امام زمانتون را بشناسین. روایت داره میگه کسی امام زمان خود را نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. پس این نکته ناب از امام صادق همیه که امام شناسی را به ما میآموزاند و به ما معرفی کرده و به ما امام را از طریق امام باید ما بشناسیم. امام صادق علیه السلام صادق آل اسمت، میتونم بگیم عالم آل اسمت. بر معرفیش همه جمله کفایت میکنه، یعنی از علم سرشار و فراوان برخوردار بود. و یک حدیث امام صادق علیه السلام در مورد زن، حضرت فرمود که دختر حسنه هست و پسر نعمت است. حسنه ثواب دارد و اما از نعمت سوال و محاسبه می شود. امام صادق علیه السلام یکی از بزرگان و عالمان مذهب ما بودن که یکی از سخنانشان این است که هر کس از عیب مردم پرده دری کند، گویا عیب خانه خودش را آشکار کرده است. امام صادق علیه السلام مثل تمام ائمه و معصومین ما نور هستند و ما هر چقدر در مورد آنها بگیم کم هست. حالا اگر یکی از اقوال ایشان را بخواهیم عرض بکنیم، یکی از روایت ایشان هست که واقعا تکان دهنده هم هست، این که هر کسی نماز را سبک بشمارم مورد شفاعت من امام صادق قرار نمیگیره. و این واقعا از جمله سخنان ایشان هست که اثر زیاد روی انسان میمانه. ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و نواده بزرگوارش حضرت امام صادق علیه السلام را به همه مسلمین جهان به خصوص شیعیان و مسلمانان افغانستان تبریک و تهنیه درز می‌داریم. میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را، پیامبر خوبی ها، بانی خوبی ها، ختم مرتبت، سرور کائنات و امام خوبی ها و مهربانی امام صادق علیه السلام را اولا محضر صاحب العصر و زمان و ثانیا محضر همه شما عزیزان عرض تبریک و شاد باش دارم. به امید این که ما بتانیم از جمله رهروان و مخلصان خوب و واقعی آن حضرات باشیم. خب ولادت با سعادت پیغمبر مهربان ما، وارث پیغمبران را، و همچنان ولادت امام صادق معلم بشریت ما را بر تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنه.